البته بد فهمیدن قصه است. قصه است اصلا، با قصه که نمیشه این معامله ها رو کرد، داستان چیز دیگری است. بعد روح قصه رو بیرون آورد، این که فلان کس کسی اصلا کسی رو نکشته، اصلا چه اتفاقی نیفتاده که ما بریم گریبانش رو بگیریم، بعد معنا کنیم اینها رو، که انشالله خواهیم رسید. مولوی هم حالا توضیحات خودش رو داره. بسیار خب، بعد از این مقدمه که ریشه داستان کجاست و تکه های مختلف از کجا آمده و سابقه او در طبابت واقعی و همچنین در افسانه ها، و به یاد داشته باشیم که چنان که گفتم مولوی مطابق معمول و چنان که سبک اوست در سراسر مثنوی تصرفات بسیار در این داستان کرده، بیشتر هم تصرفات از جنس نتیجه گیری، یعنی ما با سبک داستانگویی مولانا هم به خوبی آشنا میشیم در این قصه، که هر جا هر گذرگاهی که از اونجا خواسته عبور کنه، دیده اگر میتواند نکته‌ای رو در اونجا به ما حالی کنه و یادآوری کنه و بیاموزه، دریغ نکرده و ایستاده و حرف خودش رو زده و اونگاه عبور کرده، در این حال که نقد حال او هم هست، یعنی نشان میده که احوال مولانا چیست. از شرق به غرب میره، از یمین به یسار میره، از زمین به آسمان، از آسمان به زمین، و همه چیزم حول محور عشق می‌گردد. بسیار خوب.